میخوام در مورد هارتموت باهاتون صحبت کنم. کلا اخلاق هارتموت چطوریه؟ فرهنگ آلمانیا چطوره؟ چون هارتموت پیره، این کشوری که الان هست و اینا ساختن دیگه، با فرهنگ اینا ساخته شده. برای فکر کنم فرهنگ اصیلتر آلمانی رو میشه مثلا از همینا فهمید که کلا چجوری زندگی میکنن، به چه چیزهایی اهمیت میدن بیشتر. از خود هارتموت شروع میکنم. این هارتموت یه پیرمرد 82 ساله است که خیلی سلامته، چون همیشه توی طبیعت زندگی کرده و این خونش دور و برش کلاً باغ، وسط یه باغ خونش همیشه اکتیو بوده، با دوچرخه این ور اونور میره. البته بیشتر آلمانی اینجوریه، با دوچرخه تو خیابون بری همه با دوچرخه این ور اونور میرن، همه که نه، شاید 60-70% با دوچرخه مسیرشون رو طی میکنن. هارتموت خیلی مهربونه. این آلمانیا، اون گاردی که من خیلی کسای دیگه هم که پرسیدم همین گاردو داشتن به آلمانیا. آلمانیا همیشه ما شهیده بودیم که آدمای بی احساس، خشک، اصلا هیچ حسی ندارن، آدمایی که دوست دارن معاشرت کنن. ولی اون چیزی که ما دیدیم و کسایی هم که با من اومدن اینجا دیدن، آلمانیا انقدر مهربونن که حد نداره. یعنی اروپایی ها میتونم بگم از ایرانی ها مهربون‌ترن، انقدر که به ما رسیدن، انقدر که، و اینم نمیگم از لحاظ مثلا مذهبی این کار رو میکنن که بگم من یه کار خیر انجام دادم. اهمیتش اینه که مقام بشر، انسانیت یه جای دیگه است. یعنی اینو توی آلمان قشنگ حس میکنی که تو یه جای دیگه داری زندگی میکنی، ارزشت یه چیز دیگه است و باید اهمیت داد بهش. هارتموت 5 سال اینجا داره تنها زندگی میکنه. این عکس پسر بزرگش که 54 سالش فکر میکنم با زنش، چون 5 سال پیش زنش از سرطان مرد. ما روز اول اومدیم خیلی باحال بود، میگفت 5 سال من اینجا تنها زندگی میکنم، تا حالا مثلا تو این 5 سال اخیر دفعه اوله نمیدونم مثلا با کسی جسدم دارم غذا میخورم. هر اتفاقی میافتاد این 5 سال واسه ما گوشزد میکرد که 5 سال مثلا این کار رو نکردم. به زنش هم خیلی وفاداره. این عکس زنشه، دقیقی هم نیست، از سرطان فکر میکنم روده یا معده مرده. همه جا هم عکس زنش هست، به زنش بیش از حد وفاداره، همیشه یادشه، حتی اینجا گذاشته عکسشو. این بر عکس جوانیه خودش و زنشه. اینم راستی عکس سگشه، نمیدونم کی نقاشی کرده، همون بونی که پشت باغ خاکش کردن. به خانوادهش خیلی وابسته است، خیلی دوستشون داره، همه جا اصلا عکساشون رو گذاشته. به چشم خواهری خوب نوری دارد. یه چیز جالب بهتون میگم، یه روز، حالا الان نیستش تو خونه این کار دارم انجام میدم، یه روز این دفتر اومد به ما نشون داد، داشتیم با هم منش بازی میکردیم، منش داره اینجا، شبا با هم منش بازی میکنیم، اومد این دفتر رو به ما نشون داد. اینا رو میبینید، همه اینه که نوشته 2021 2022. به ما گفتش که من واسه زنم هر روز نصف صفحه نامه می نویسم. یه جور ما رو احساس لیزا که اصلا وسط بازی زد زیر گریه. من خودم خیلی احساس شدم که یه نفر 5 سال بعد از مرگ زنش هر روز نصف صفحه واسه نامه بنویسه. میگم دیگه خیلی بیش از حد وفاداره. حالا بخوام در مورد فرهنگ، این چند وقت این چیزی که فهمیدم من از آلمانیا بخوام صحبت کنم، این چیزایی که آویزونه ترسناک بود تو اولین ویدیو، برای اینه که جایی که شیشه هست سیدی آویزون کرده که پرنده نخوره. میگه پرنده ها وقتی که به سمت شیشه میان، شیشه رو نمیبینن، میخورن بهشون و میمیرن. این چیزی که خودش رو گفته، تو هر جایی که شیشه هست یه سیدی گذاشته یا یه چیزی آویزون کرده، میچه مثلا این پارچه رو آویزون کرده. آقا اصلا نفهمیم واقعی یا علیکی. تو ویدیو اول اگه یادتون باشه بهتون گفتم که بعدا توضیح میدم چرا اینجا تاریکه. اصلا از انرژی استفاده میکنن تا جایی که بتونن. حالا من با یکی از آلمانیا زندگی کردم اینجوریه، ازش واسم خیلی جالب گفتم که چند درصد آلمانیا در از فکرشون مثل تو زندگی میکنن. به من گفتش که 80-90% ما مثل هم اینجوری زندگی میکنیم. اینجا یا هم دفعه اول تاریک بودش، اومدم این چیزا رو روشن کردم، اینجوری داشتیم غذا درست میکردیم. یا مثلا این شوفاژا رو بالا یا این پایین تداعی میکنن، به ما گفت استفاده نکنید، از اجاق استفاده میکرد. یه اجاق داره، اجاق اینجوری هیزومایی که اون دفعه بهتون نشون داده، میندازیم اینجا و گرم میشه، خیلی هم بیش از حد داغ میکنه. من وقتی ازش پرسیدم که چرا این کار میکنی، میخوام بگم طرز تفکر طرف کجاست اصلا، به ما گفتش که بیشترین
انرژی رو داریم از روسیه میگیریم. برای همین ما باید مخالف پوتین وایسیم و اینا رو استفاده نکنیم تا مثلا دهن پوتین و روسیه سرویس بشه. ما میگیم همه چیز باید تمیز باشه، باید بشوریم فلان کنیم. تارتون میگه باید سعی کنی کثیف نکنی که تمیز کنی، یعنی انرژی مصرف نکنی. یه دفعه لیزا میخواست اینجا ظرف بشوره، البته ماشین ظرفشویی داریم، باید پر بشه برش استفاده کنیم. اینجا میخواست ظرف بشوره، لیزا ازش خواستش که مایه ظرفشویی بهش بده که بتونه ظرف مثلا یه بشقابی بشوره، یه قطره ریغ و گفتش که بشور. بعد لیزا گفت بابا با این یه قطره نمیتونم بشورم فلان اینا. گفتش که نه این شیمیایی واسه طبیعت ضرر داره. واقعا اغراق نکنم دو قطره بیشتر نمیفروت چیز. حالا ما باشیم اصلا واسه ما مهم نیست. دیدشون خلاصه به طبیعت خیلی مهمه که کاری که انجام میدن ضرر داره یا نه، واسه شون خیلی اهمیت داره. همه آشغالا رو تفکیک میکنن. اینجا کاغذ داره، برای مثلا میوه ها باید توی یه جا مثلا پوستشون ریخته بشه، چیزهای طبیعی، یا نون توی یه جا، کاغذ توی یه جا. آدم های خیلی دقیقی هستن، خیلی بیش از حد سعی میکنن همه چیز رو آن تایم انجام بدن، دقیق انجام بدن. یه اخلاق دیگه که الان یادم افتاد و خیلی مهمه، واقعا تعارف نداره. یعنی ما تو اوکراین فکر میکنیم اونا تعارفی نیستن مثل ما ایرانی ها، ولی آلمانی ها واقعا تعارف ندارن. کوچکترین لحظه که چیزی اذیتشون کنه همون لحظه میان بهت میگن. یعنی مهم نیست بگه من طرفو الان دیدم، اصلا میاد تو رود روک میگه که تو فلان کار کردی من خوشم نمیاد، مثلا از این کاری که میکنی خوشم نمیاد، این کار درست نیست از نظرم. خیلی بیش از حد روکن. این واقعا اصلا عجیبه، یعنی کوچکترین صبری ندارم. من اوکراین بین ایران و اینجاست، مثلا چرا صبر دارن همون لحظه نمیان بیاد بگن که فلان مثلا من از این کار خوشم نمیاد، یعنی چند بار تعامل میکنن. حالا الان دیگه چیز دیگه یادم نمیاد در مورد فرهنگشون. خب اینم از این ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه. ساب و شیر کنید که کانال یزا زود بیاد بالا. یه حمایت بشه واسه من، چون من پای نرم تا فعلا زبان بخونم و میخوام فعلا یوتیوب ادامه بدم. مرسی فعلا تا ویدیو بعد.